السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا کیست که آسمانها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان باران را نازل کرد، پس به وسیله این آب باغهای سرسبز و شادابی را رویانیدیم؟ برای شما ممکن نبود که درختان آن را برویانید. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه آنها مردمی اند که از راه حق انحراف می‌ورزند. یا کیست که زمین را قرارگاهی گردانید و در میان آن رودبارها را جریان داد و بر آن کوههای استوار را قرار داد و میان دو آب حایل را به میان آورد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه اکثرشان نمی دانند. يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یا کیست که دعای درمانده را چون به او نیایش کند اجابت می کند و سختی را برطرف می نماید و شما را خلفای زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بسیار کم است آنچه پند می گیرید. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یا کیست که شما را در تاریکی‌های خشک و بحر رهنمایی می‌کند؟ و کیست که بادها را پیش از رحمت خود به حیث بشارت دهنده می فرستد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ خداوند از این که با او شریک می آورند برتر است. یا کیست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می کند و کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا معبودی دیگری با است؟ بگو دلیل خود را بیاورید اگر راست می گویید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو جز خدا هیچ یک از کسانی که در آسمان ها و زمینند غیب را نمی دانند و نیز نمی دانند چی وقت بر انگیخته می شود. بل ادارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکه علمشان در مورد آخرت به هم پیوست، یعنی در زمینه به حیرت ماندند، بلکه ایشان در آن در شک هستند، بلکه ایشان در مورد آن نابینا هستند. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون. کافران میگویند آیا وقتی که ما خاک باشیم و پدران ما نیز، آیا باز هم از خاک بیرون آورده میشویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. واقعا بما این وعده داده شده و قبل از این با پدران ما نیست و این جز افسانه پیشینیان نیست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت
عاقبت المجرمین. بگو در زمین سیاحت کنید، بنگرید که عاقبت گناهکاران چی گونه شده. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر ایشان غم مخور و از دسیسه هایشان تنگدل مباش. و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. میگویند چی وقت این وعده به سر خواهد رسید اگر راست میگویید. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بگو شاید بعضی چیزهایی را که به شتاب میطلبید به شما پیاپی فرا رسد. و این ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. و بیگمان پروردگار تو بر مردم صاحب فضل است، اما اکثر ایشان سپاسگزار نیستند. و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلمون. و بیگمان پروردگار تو همه چیزهای را که در سینه های خیش پنهان می کند و همه چیزهای را که آشکارا می کنند به خوبی می داند. و ما من غایبت السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هیچ رازی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب آشکارا ثبت شده است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بگمان این قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر آنچه را ایشان در آن اختلاف می‌ورزند بیان می‌کند. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین. و بگمان این قرآن هدایت است و رحمتی برای مؤمنان. ان ربك يقضي بينهم بحكمه و هو العزيز العليم. بیگمان پروردگار تو با حکم خود در میانشان فیصله می کند و هم اوست صاحب قدرت منعی و دانا. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس بر خدا توکل کن، حقا که تو بر طریقه حق آشکار هستی. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. بگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی و نه هم به آدم های کر دعوت به سوی حق را شنوانده می توانی انگامی که رو به فرار نهند و پشت بگردانند. و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. نه هم می توانی رهنمای نابینایان از گمراهیشان باشی، شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان آورده اند، پس ایشان به آن تسلیم هستند. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون. و چون وعده عذابشان فرار است از زمین جانوری یعنی دابت الارض را برای ایشان بیرون آوریم که به آنها سخن گوید، به سبب آن که مردم به آیات ما یقین نداشتند. و یوم نحشر من کل امت فوجا من یکذب بی آیاتنا فهم یوزعون. و روزی که از هر امت طایفه‌ای از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردند گرد آوریم و ایشان دستبندی شوند. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون.
تا چون برای بازپرسی بیایند و خداوند به ایشان بگوید آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالی که علم شما به آن احاطه ندارد یا چی می کردید؟ و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون و وعده عذاب بر ایشان به نسبت این که ستم می کردند تطبیق شد و ایشان سخنی گفته نمی توانند زیرا جواب و دلیل ندارند. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیده اند که شب را آفریدیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی بخش آفریدیم؟ بگمان در این نشانه های است برای مردم مؤمن. و یوم ينفق فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. و روزی را باید داشته باشید که در سور دویده می شود، پس آنانی که در آسمان هایند و آنانی که در زمینند همه مضطرب می شوند جز کسانی که خدا بخواهد و همه به حضور او به خواری می آیند. و ترى الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه را میبینی و میپنداری که ساکنند، ولی در حقیقت همچون ابری در حرکتند. صنع خدا و آفرینش او است که هر چیز را محکم و استوار ساخته است. حقا که او به آنچه میکنید آگاه است. من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که کاری نیکی انجام دهد پس به او پاداش بهتری از آن می باشد و ایشان از دهشت آن روز در امانند. و من جاء سیئت فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و کسی که عمل ناشایسته انجام دهد پس چنین مردمی بر روی خود در آتش انداخته می شوند، آیا جز به همان چیزی که عمل می کردید پاداش داده می شوید؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما. بگو به من امر شده از تا پروردگار این شهر یعنی مکه را پرستش کنم، ذاتی که آن را حرم قرار داده و هر چیز از آن اوست، و به من امر شده تا از مسلمانان باشم و این که قرآن را بخوانم. پس هر که رهیاب شد به نفع خودش رهیاب می شود و هر که گمراه شود پس بگو من صرف از بیم دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وبگو ستایش از آن خداست، ذاتی که به زودی نشانه های خود را به شما می نمایاند و آنها را می شناسید و پروردگار تو از آن چه می کنید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین. طاسیمیم این آیات کتاب روشن است.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بر تو قسمتی از داستان موسی و فرعون را برای مردمی که ایمان دارند به درستی می‌خوانیم. این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بیگمان فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم آن را به دسته های متفرق ساخت. یک دسته ایشان را زبون گردانید، پسران ایشان را میکشت و دختران ایشان را زنده نگه می داشت. حقا که وی از مفسدان بود. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و ما میخواستیم بر کسانی که در آن سرزمین زبون گردانیده شده بودند منت گذاریم، ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث آن سرزمین سازیم. و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ایشان را در زمین جاگزین گردانیم و تا برای فرعون، هامان و لشکریانشان از طرف بنی اسرائیل چیزهایی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس چون در مورد او برایت خوف دست داد او را به دریا بینداز. مترس و غمگین مشو، بیگمان او را به تو باز می آوریم و او را از پیامبران می گردانیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس کسان فرعون او را از دریا برداشتند. آری این سرنوشت شده بود تا موسی برای فرعونیان دشمن و سبب اندوه باشد. بیگمان فرعون و هامان و همه لشکریانشان خطاکار بودند. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. زن فرعون گفت این طفل برای من و تو نوری دیده است، او را ما کشید، شاید به ما سودی برساند یا ما او را فرزند بگیریم. و ایشان احساس نمی کردند که به چی سرنوشتی دچار خواهند شد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا این کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. دل مادر موسی بیتاب شد و نزدیک بود آن رویداد را افشا کند. اگر آن نمی بود که ما دل او را نیرومند و شکیبا گردانیدیم تا از باورمندان وعده ما باشد. و قالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنوب و هم لا یشعرون. با خواهر موسی گفت برادرت را تعقیب کن، پس او از دور موسی را دیدبانی میکرد ولی فرعونیان احساس نمیکردند. و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیتی یکلونه لکم و هم له ناصحون. موسی را از پیش از گرفتن پستان شیر آوران باز داشتیم، پس خواهرش گفت
آیا شما را به خانواده راه نمایم که او را برای شما تربیت کنند و به او خیرخواه باشند؟ فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. به این ترتیب او را به مادرش بازگشتاندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین نشود و تا بداند که وعده خداوند راست است، اما اکثر مردم نمی دانند. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و كذلك نجزی المحسنین. و چون موسی به کمال نیرومندی خود رسید و بر امور خیش مسلط شد، به او حکمت و علم دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش دهیم. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. و به شهر هنگامی داخل شد که مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد که با هم شدیداً پرخاش می کردند. یکی از قوم خود او بود و دیگرش از قوم دشمنان او. آن که از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن خود دادخواهی کرد. در این حالت موسی آن دشمن را مشتی زد که کارش را تمام کرد. موسی گفت این از عمل شیطان است، بیگمان که او به گونه آشکارا دشمن گمراهگری است. قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له اینه هو الغفور الرحیم. موسی گفت ای پروردگار من، واقعا بر نفس خود ستم کردم، مرا بیامرز. خداوند او را آمرزید، حقا که او آمرزنده و مهربان است. قال بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. گفت ای پروردگار من، چون بر من نعمت فراوان دادی، از این رو هرگز مددگار مجرمان نمی شوم. فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. بامدادان با ترس در شهر دیدبانی می کرد که ناگهان با مردی برخورد که دیروز از او کمک خواسته بود. باز فریاد دادخواهی زد. موسی به او گفت براستی که به گونه آشکاری تو گمراه هستی. فلما بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سپس هنگامی که موسی خواست تا مردی را که دشمنشان بود گرفتار کند، آن شخص به گونه دادخواهی گفت ای موسی، آیا میخواهی که مرا بکشی طوری که شخصی را دیروز کشتی؟ جز ستمگری در زمین اراده نداری و نمیخواهی که از جمله مصلحان باشی. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مرد از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت ای موسی، بزرگان دربار فرعون با هم در مورد تو مشورت دارند تا تو را بکشند،
پس بیرون رو، بیگمان من به تو از نیکخواهانم. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسی از شهر با ترس و دیدبانی بیرون رفت. در این حال گفت ای پروردگار من مرا از قوم ستمگار نجات دی. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. چون به سوی مدین روی آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. چون به آب مدین رسید در آنجا دسته از مردم را دید که رمه هایشان را آب می دهند و به عقب آنها دو زن را دید که رمه هایشان را پاسداری می کنند. گفت مشکل شما چیست؟ گفتند رمه خود را تا وقت آب نمی نوشانیم که دیگر شبانان رمه هایشان را بازگردانند و پدر ما کهنسال است. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او رمایشان را برایشان آب داد، سپس به سایه روی آورد و گفت ای پروردگار من به چیزی از خیر که به من فروداری نیاز دارم. فجاءت احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی یدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یکی از آن دو دوشیزه با نهایت حیا به سوی او بازگشت و گفت پدرم تو را می خواهد تا در برابر آب دادن رمه ما به تو مزد بدهد. چون موسی به پیش پدر آن دوشیزگان آمد و قصه خود را به او بیان کرد آن شخص گفت مترس، اکنون از قوم ستمگار نجات یافتی. قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از دوشیزگان گفت ای پدر من او را استخدام کن، براستی بهترین کسی را که استخدام کنی آن است که قوی و امانتکار باشد. قال اینی ارید ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. گفت می خواهم یکی از این دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم به شرط آن که 8 سال خدمت مرا کنی، اما اگر 10 سال را به سر رسانی این مهربانی است از جانب تو و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم، انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بینی و بینك ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی والله علی ما نقول وکیل. گفت این است قول و قرار میان من و تو، هر کدام از این دو مدت را تکمیل کنم ملامتی بر من نیست و بر آنچه میگویم خدا گواه است. فلما قضا موسی الاجل و سار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی
أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. چون موسی میاد را تکمیل کرد و خانواده خود را برد، آتش را در سمت کوهی طور دید. به خانواده خود گفت درنگ کنید، بگمان من آتشی دیدم، شاید از آن به شما خبری بیاورم یا پاره از آن آتش بیاورم تا خود را گرم کنید. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. چون به آن آتش رسید، از کرانه دست راست وادی از درختی در سرزمین با برکت آواز بلند شد که ای موسی، حقا که من خداوند پروردگار عالمیان هستم. و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. و عصای خود را بیفکن، چون آن را دید که حرکت می کند گوی مار است، روی گردانید و به عقب باز ندید. گفتیم ای موسا مترس، روی بیاور، بیگمان تو از ایمنانی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دست خود را در جیب خود درار تا سفید یعنی درخشان بیرون آید، بدون آنکه این سفیدی از عیبی باشد، و بازوی خود را به پهلوی خود بچسبان که از ترس ایمن شوی. این دو معجزه است از طرف پروردگار تو برای فرعون و بزرگان دربار او، بیگمان ایشان قوم فاسق بودند. قال رب اینی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون. موسی گفت ای پروردگارم، بیگمان من کسی را از ایشان کشته ام، از این رو می ترسم که ایشان مرا خواهند کشت. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی یرد ان یصدقنی اینی اخاف ان یکذبون. و برادر من هارون، او در زبان از من فصیح تر است، پس او را با من به حیث مددگاری بفرست تا مرا تصدیق نماید، که می ترسم آنها مرا تکذیب کنند. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خداوند گفت ما یقینا بازوی تو را به وسیله برادرت محکم می سازیم و برای هر دوی شما سلطه می دهیم که دشمنان به شما دست نمی یابند و به وسیله این معجزه های ما شما و پیروان شما غالبید. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. چون موسی معجزه های روشن ما را به ایشان آورد، گفتند این جز جادوی افترا شده ای نیست و ما چنین چیزهایی از نسل های پیشین خود نشنیده ایم. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. موسی گفت پروردگارم به حال کسی که هدایتی را از جانب خدا آورده و نیز به حال کسی که سرای آخرت از آن اوست داناتر می باشد،
حقیقت این است که ستمگاران هرگز رستگار نمی شوند. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لی یا هامان على الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسى و انی لأظن الكاذبين. فرعون گفت ای بزرگان دربار، برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم و تو ای هامان برایم بر کوره خشتپزی آتش بیافروز و برایم قصری بساز تا باشد که به خدای موسی سری بکشم و من او را واقعا از دروغگویان میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وبإن ترتيب فرعون ولشكريانش در زمین بنا حق تكبر ورزيدند وپنداشتند که ایشان بسوی ما بازگشتانده نمیشوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. که در این حال او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و آنها را به دریا انداختیم. نگاه کن که عاقبت ستمگاران چگونه شد. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. و ایشان را پیشوایانی گردانیدیم که مردم را به آتش می خوانند و در روز قیامت ایشان مدد کردن نمی شوند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامت هم من المقبوحین. در این دنیا از پیشان لعنت فرستادیم و در روز آخرت ایشان از زشت رویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد از اینکه نسل‌های نخستین را هلاک گردانیدیم به موسی کتاب را به حیث بصیرت هدایت و رحمت برای مردم دادیم تا باشد که ایشان پند گیرند. و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین ولیکن ما انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تو به جانب غربی نبودی هنگامی که به سوی موسی امر پیامبری را رسانیدیم و نه هم از گواهان آن رویداد بودی، مگر ما از آن به بعد نسل‌های را آفریدیم، بر ایشان دوره‌های پیاپی گذشت. در میان اهل مدین هم نبودی که آیات ما را بر ایشان می‌خواندی، مگر ما فرستنده پیامبرانی بودیم. و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمتا من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يتذكرون. و نیز به گوشه کوه طور نبودی هنگامی که ما ندا در دادیم، مگر این وحی رحمتی است از جانب پروردگار تو تا همون قومی را بیم بدهی که بر ایشان بیم دهنده پیش از تو نیامده بود تا باشد که ایشان پند گیرند. ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین.
اگر این نمی بود که چون به ایشان نظر به اعمالی که دستهایشان از پیش فرستاده مجازات داده می شد، می گفتند پروردگار ما، چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی؟ تا آیات تو را پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسى اولم یکفروا بما اوتی موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافرون. پس چون سخن حق از جانب ما برایشان رسید، گفتند چرا با او آیاتی داده نشد همانند آنچه به موسی داده شد؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کافر نشدند؟ گفتند دو سحر است پشتیبان یک دیگر، و گفتند بیگمان ما هر کدام آن را رد میکنیم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو پس کتابی از نزد خداوند بیاورید که آن رهنماتر از این دو باشد تا آن را پیروی کنم اگر شما صادق هستید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر ایشان درخواست تو را اجابت نمی کنند، پس بدان که ایشان هوای نفس خیش را پیروی می کنند، و کیست گمراهتر از کسی که هوای نفس خود را بدون در نظر گرفتن رهنمایی خدا پیروی کند؟ حقا که خداوند مردم ستمگار را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و بیگمان کلام خیش را برایشان پی در پی فرستادیم تا باشد که پند بگیرند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. آنانی که برایشان کتاب را پیش از این دادیم ایشان به آن ایمان دارند. و اذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا مسلمین. و وقتی که قرآن به ایشان خوانده می شود می گویند به آن ایمان داریم، واقعا این حق است از جانب پروردگار ما، یقینا ما پیش از این نیز مسلمان بودیم. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرؤون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون. ایشان پاداش خود را دو بار در خواهند یافت به سبب آن که شکیبایی ورزیدند، با نیکویی بدی را دفع می کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن خود را به کنار می کشند و می گویند برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما، سلام بر شما، ما آرزوی پیوستن به صحبت جاهلان را نداریم. اینک لا تهدی من احببت ولیکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدين. واقعا تو نمی توانی هر کسی را که دوست داری رهیاب گردانی، ولیکن خداوند هر کسی را که بخواهد رهیاب می سازد و او به حال راهیافتگان داناتر است. و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات
كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون. و گفتند اگر با تو هدایت را پیروی کنیم از این سرزمین خود ربوده می شویم. آیا ایشان را در حرم معمون جایگزین نگردانیدیم که با آن هر حاصل و هر میوه آورده می شود روزی از جانب ما؟ اما اکثر ایشان نمی دانند. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. ای بسا سرزمین ها را که چون در امور معیشت خیش زیاده روی کردند هلاک گردانیدیم. این است منازلشان که بعد از ایشان هرگز کسی به آن نشیمن نگرفت جز محدود از مردم یا جز در اندکی از زمان، و ما هستیم که وارث آن سرزمین های. و ما کان ربک مهلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. و پروردگار تو ویران کننده هیچ سرزمینی نبوده است تا در مرکز آن پیامبری را نفرستاده که آیات ما را بر ایشان بخواند، و ما هرگز سرزمین ها را ویران نمی کنیم مگر در حالی که اهل آنها ستمگار باشند. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. چیزی که به شما داده شده همانا برخورداری از وسایل محدود زندگی دنیا و آرایش آن است، و آنچه در نزد خداست بهتر و پاینده تر است. آیا نمی فهمید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که با او وعده نیکی وعده کردیم و او از آن بهره اندوز شد مانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهرمند ساختیم و سپس او در روز قیامت از احضار شدگان است؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وروزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجاست شریکان من آنانی که شما می پنداشتید. قال الذين حق عليهم القول ربنا در این حال آنهایی که جرمشان به حیث گمراهگر به اثبات می رسد می گویند ای پروردگار ما، اینهایند که ما ایشان را گمراه کردیم، ایشان را گمراه کردیم طوری که خود ما گمراه شدیم. اکنون به حضور تو از کرده خیش بیزاری می جوییم، ایشان ما را پرستش نمی کردند. و قیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم لو انهم كانوا يهتدون. به این مشرکان گفته می شود شریکان خود را بخوانید تا شما را از عذاب نجات دهند، ایشان را می خوانند ولی آن شریکان به ایشان جواب نمی دهند. مشرکان عذاب را می بینند و آرزو می کنند ای کاش ایشان را یاب می شدند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی را به یاد آرید که خداوند بر ایشان صدا کرده می گوید پیامبران را چی جواب داده بودید. فعمیت علیهم الانباء
در این حال همه موضوعات نزدشان مبهم میماند و گفت و شنید نمی کنند. فعسى أن يكون من المفلحين. اما کسی که توبه کرد، ایمان آورد و نیکوکاری ورزید، پس امید است که از زمره رستگاران باشد. و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالی شریکون. و پروردگار تو هر چی را بخواهد می آفریند و هر کی را خواهد بر می گزیند. حق انتخاب در زمینه به ایشان سپرده نشده است. منزه است خدا و برتر است از آنچه با او شریک می آورد. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و پروردگار تو چیزهایی را که سینه‌شان پوشیده نگه می‌دارد و آنچه را آشکار می‌سازند همه را می‌داند. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره و له الحكم و الیه ترجعون. و اوست خدا، معبود جز او نیست، در اول و در آخر ستایش از آن اوست و فرمان روایی از آن اوست و به او بازگردانیده می شوید. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بگو چی میگویید اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که با شما روشنایی بیاورد؟ آیا نمیشنوید؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. بگو چی میگویید اگر خداوند تا روز قیامت روز را بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که با شما شب را بیاورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمیبینید؟ و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت خیش برای شما شب و روز را ساخت تا شما در شب آرام گیرید و تا در روز از فضل او بجویید و تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجایند آنهایی که ایشان را شریکان من میپنداشتید؟ و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر گروهی گواهی را بیرون می آوریم و می گوییم دلیل خود را بیاورید. در این حال واقعا در خواهند یافت که حق تنها از آن خداست و آنچه را افتراء کرده بودند از ایشان گم می شود، یعنی ایشان را در خلا می گذارد. این قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.
بیگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر ایشان سرکشی کرد و آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حتی حمل کلیدهای آن بر جماعتی از مردان نیرومند گرانی میکرد. چون قومش به او گفتند ناشکری مکن، خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. و با آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت را بجو و در عین حال بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن و نیکو کاری کن، چنان که خداوند به تو نیکویی کرده است و در زمین فتنه انگیزی منما، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. گفت این دارویی به من از سبب علمی که دارم داده شده است، آیا ندانست که خداوند پیش از او نسلهایی را که هم نیروی بیشتری داشتند و هم دارویی بیشتری هلاک گردانید؟ اما از گناهان خود گناهکاران فورا سوال نمی شود. فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. او در میان قومش در لباس آراسته بیرون شد. آنانی که زندگی این دنیا را می جستند گفتند ای کاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده داده می شد، بیگمان او صاحب بهره بزرگی می باشد. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اما کسانی که به ایشان علم داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب ارزانی شده از جانب خدا برای کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند بهتر است و با این ثواب بر نمی خورند مگر شکیبایان. فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. پس خود او و سرای او را به زمین فرو بردیم و برای او دسته نبود که او را مدد کند و از خشم خدا نجات دهد و او از پیروزمندان نبود. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و کسانی که منزلت او را دیروز آرزو می کردن گفتن چه گفتا، خداوند برای هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را می گشاید و تنگ می سازد، اگر خدا بر ما احسان نمی کرد می توانست ما را هم در زمین فرو برد، چه گفتا که کافران رستگار نمی شوند. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا والعاقبة للمتقين.
آن سرای آخرت را برای آنانی میگردانیم که در زمین اراده سرکشی و فساد ندارند و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنت فله خیر منها و من جاء بالسیئت فلا یجزى الذین عملوا السیئت هر کی نیکی کند پس برای او مزد بهتر از آن پرداخته می شود و هر کی بدی کند پس بدکاران جزا داده نمی شوند مگر مطابق با آنچه می کردند. این الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من مانا آن که قرآن را به تو فرض گردانید یقینا تو را به همان جای بازگشت تو باز می گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند چی کسی رهنمایی را آورده است و چی کس در گمراهی آشکار است. و ما کنت تبدو ان یلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تكونن ظهيرا للكافرين. و توقع نداشتی که کتاب به تو فرود آورده می شود، این کار نبود جز رحمت از جانب پروردگار تو، پس هرگز پشتیبان کافران مشو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هیچ چیزی تو را از ابلاغ آیات خدا باز ندارد بعد از آن که به تو نازل شده است. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم و الیه ترجعون. و با خدا معبود دیگر را در نیایش شریک مگردان، جز او معبودی نیست، هر چیز هلاک شده نیست مگر ذات او، حکم از آن اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می شوند و ایشان آزمایش کرده نمی شوند؟ ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. بگمان کسانی را که پیش از ایشان زندگی می کردن نیز آزمایش کردیم تا خدا صادقان را متمایز گرداند و کاذبان را مشخص سازد. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا آنانی که مرتکب اعمال ناشایسته می شوند گمان می کنند که بر ما پیش دستی خواهند کرد؟ بعد از قضاوتی که می کنند. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
آن که امیدوار دیدار خداوند است بیگمان میاد یعنی دیدار خدا آمده نیست و او شنوا و داناست. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه این الله لغنی عن العالمین. کسی که جهاد کند واقعا برای خود جهاد می کند، حقا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بدیهایشان را از ایشان می زداییم و بیگمان ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بیما لیس لک بیه علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم، اگر سعی کنند تا تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که به آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من است و در آنجا من شما را به حقیقت اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بیگمان ایشان را در زمره صالحان در می آریم. و من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله العالمين. از مردم کسی هست که میگوید به خداوند ایمان آوردیم، اما چون در راه خدا به او اذیتی رسد، آنچه را از مردم متحمل می شود مانند عذاب خدا می پندارد. و اگر به تو از جانب پروردگارت مددی رسد میگویند ما واقعا با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ ولا یعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. و خداوند کسانی را که ایمان آورده اند خوب می شناسد و نیز منافقان را خوب می شناسد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كافران بمسلمانون گفتن راه ما را پیروی کنید، ما بار گناه شما را به گردن می گیریم، در حالی که ایشان چیزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفتن نمی توانند و در حقیقت ایشان دروغ گویند. و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم و لیسألن یوم القیامة عما کانوا یفترون. بیگمان ایشان سنگین باری های خود و نیز سنگین باری های دیگری را با سنگین باری های خود بر می دارند و حتما در روز قیامت از این افتراهایی که بربسته اند مورد سؤال قرار می گیرند.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او در میانشان 50 کم 1000 سال درنگ کرد. پس آنها یعنی قوم نوح را طوفان فرو گرفت و ایشان ستمگار بودند. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. در این حال نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و کشتی را نشانه برای جهانیان گردانیدیم. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون. و نیز ابراهیم را نجات دادیم وقتی که به قوم خود گفت خدا را پرستش کنید و از او بترسید، این کار برای شما بهتر است اگر حقیقت را می‌دانید. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. واقعا شما جز خدا بتانی را پرستش می کنید و از خود دروغ را می سازید. آنهای را که جز خدا می پرستید مالک این نیستند که با شما روزی بدهند، لذا از نزد خداوند روزی بجویید، او را بپرستید و به او سپاس گذارید، به سوی او بازگردانده می شوید. و این تکذبو فقد کذب امم من قبلكم و ما على الرسول الا البلاغ المبین. و اگر پیام خدا را تکذیب می کنید پس به خاطر داشته باشید که بگمان امتهای پیش از شما نیز این پیام را تکذیب کرده بودند و نیز بر پیام رسان جز رساندن پیام به گونه آشکارا. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلك علی الله یسیر. آیا ندیدند که خداوند مخلوق را چگونه از نو پیدا می کند و باز باری دیگر هستی آنها را اثر می گرداند؟ براستی که این کار بر خداوند آسان است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. بگو در زمین سفر کنید و ببینید چی طور خداوند آفرینش را آغاز کرده است. باز باری دیگر خداوند هستی آخرت را به وجود می آورد. حقاً که خداوند بر هر چیز تواناست. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هر کی را بخواهد عذاب میکند و به هر کی بخواهد رحم میکند و به سوی او بازگردانیده میشوید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نه در زمین نه در آسمان در هیچ جای اراده خدا را عاجز کننده نیستید تا بدین ترتیب خود را از دم تقدیر نجات دهید و برای شما جز خدا حامی و مددگاری نیست. والذین کفروا بآیات الله و اولئیک لهم عذاب علیم.
آنانی که به آیات خدا و لقای او کافر گردیدند هم ایشانند که از رحمت من ناامید شدند و همینها را عذاب دردناک است. فما کان جواب قومه پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید، اما خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این نشانه هایی است برای قومی که ایمان دارند. و قال انما اتخذتم شما بت‌های را به جز خدا و خدایی گرفتید تا در این زندگی دنیا آن را وسیله دوستی میان خیشتن قرار دهید. سپس در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر منکر گردیده و یک دیگر را لعنت خواهید کرد. پناهگاه شما آتش است و شما را مددگاری نیست. پس لوط با پیام ابراهیم ایمان آورد و گفت بیگمان من به سوی همانجا که پروردگار من هدایت داده است هجرت کننده ام، حقا که او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. و ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و در میان نسل او نبوت و کتاب را قرار دادیم. با او پاداش او را در دنیا دادیم و بیگمان او در آخرت از صالحان است. لوط را به خاطر آور وقتی که به قوم خود گفت شما چنان فسق و فجوری را مرتکب می شوید که هیچ یک از اقوام جهان در آن شما پیش دستی نکرده است. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر فما شما براستی به مردان پیش می شوید و رهزنی می کنید و در مجالس خیش اعمال ناشایسته را مرتکب می شوید؟ ولی جواب قوم او جز این نبود که گفتند عذاب خدا را بر ما بیاور اگر از راست گویانی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط گفت ای پروردگار من مرا بر این قوم فساد پیشه پیروز گردان. ولم
چون فرستادگان ما به ابراهیم مژده آوردند گفتند ما یقینا مردم این دیار را تباه کننده ایم زیرا ایشان واقعا ستمگار بودند. ابراهیم گفت اما لوط هم در آنجاست. آنها گفتند ما بهتر می دانیم که کی در آنجا است، یقینا او و خانواده وی را نجات خواهیم داد جز زنش را که در زمره ماندگاران است. چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند وی از سبب ایشان اندوهگین شد و دلش به نسبت آنها تنگ گردید. گفتند مترس و اندوهگین مباش، بیگمان تو را و خانواده تو را نجات می دهیم جز همسرت را که او از ماندگاران خواهد بود. این از آسمان بر اهل این دیار به سبب فسقی که مرتکب شدند فرود می آوریم. و بیگمان از آن نشانه واضح را برای مردم هوشیار باقی گذاشتیم. و ایلا مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله واعبدوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و برای قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم، به ایشان گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید، روز قیامت را در نظر داشته باشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین. قومش او را تکذیب کردند لذا آواز مهیب ایشان را فرا گرفت و در خانه های خود مردگان بر روی افتاده گردیدند. وعادا و ثمود و قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعاد وثمود يقينا بشما از خانه‌های نشیمنشان معلومات حاصل شده است. شیطان کردارشان را برایشان زینت بخشیده بود و ایشان را از راه باز داشت، هرچند به ظاهر حال از بینش برخوردار بودند. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون
فرعون و هامان را بیاد آور. موسی به ایشان معجزه های آورد، اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. فکلن اخذنا بذنبه فمن هم من ارسلنا علیه حاصبا و من هم من اخذته الصیحة و من هم من خسفنا به الارض و من هم من اغرقنا و ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. و هر یکیشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم، بر برخی از آنها سنگ باران نازل کردیم، برخی از ایشان را آواز سهمگین فرو گرفت، برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخیشان را در آب غرق ساختیم. چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم کرده بودند. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این مثال آنانی که جز خدا چیزی دیگری را سرپرست امور خیش گرفتند، این کارشان مانند عنکبوت است که برای خود خانه ساخت است. براستی که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اگر ایشان بدانند. این که خدا آنچرا ایشان جز او می پرستند از هر چیزی که باشد می داند و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اینها مثال های اند که آن را برای مردم میزنیم و آن را جز دانشمندان نمیدانند. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآیه للمؤمنین. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان.